نام مؤسسه است در رژیم صهیونیستی که در پوشش کالج تحقیقاتی خصوصی بسیاری از فعالیت‌های جاسوسی را عملیاتی می‌کند. از این پس هرتسلیا کایلی را در قالب فعالیت‌های پژوهشی ولی در حقیقت به عنوان یک جاسوس آموزش دیده به کار گرفت تا برای آن دستگاه عملیات شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات را به جریان انداخته و شبکه‌سازی نمایند. او زبان فارسی و عربی را در طول 1 سال و 6 ماه زیر نظر افسر هادی خود در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به نام جاسم حسین معروف به عمار فرا گرفت. او حتی برای چگونگی داشتن حجاب نیز به خوبی آموزش دیده بود. از آن زمان کایلی برای موضوع ارتباطات محور مقاومت شروع به جمع‌آوری اطلاعات می کند. در سال 2015 با پوشش ادامه تحصیلات تکمیلی و انجام تز دکترای خود برای دانشگاه ملبورن استرالیا شروع به جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی از ارتباطات درونی شیعیان بحرین می‌کند و به دنبال آن نیز تلاش می‌کند تا با سفرهای پی در پی بر زبان‌های محلی مسلط شود. او دوبار به بحرین سفر کرد و به دنبال شناسایی چهره‌های اثرگذار در گروه‌های مخالف رژیم بحرین بود و دستور داشت تا ارتباطات میان شیعیان بحرین و محور مقاومت را کشف کند. پس از انجام دستورات محوله در بحرین، نوبت آن بود که کایلی ادامه مأموریت خود در داخل خاک ایران را عملیاتی کند و افزون بر این به طور مشخص شبکه‌سازی کند. او در سال 2018 نخستین سفرش به ایران را تجربه می کند تا شناسایی و برنامه‌ریزی اولیه را در ایران انجام دهد. او به مدت 2 هفته در تهران مستقر شده و مبادرت به شبکه سازی می کند. طبق آموزش هایی که کایلی دیده بود و برای اینکه در ایران کسی به رفتارهای او شک نکند، دستور داشت تا در همه مراکز گردشگری و تفریحی حضور پیدا کند و در آن محل ها با تلفن همراه خود عکس بگیرند.